به نام خدا. سلام، جلسه دیگری از سازشناسی موسیقی جهانی یک که امروز میخوایم راجع به ساز کلارنت صحبت کنیم که گفته میشه با الهام از دو ساز فلوت و اوبوا شکل گرفته. در حقیقت چابکی فلوت رو با صدای تغزلی و اوبوا در هم آمیختن و این ساز رو ساختن. جالب این که یک قطعه دهانی داره و یک زبانه، یعنی به صورت ظاهری هر سیستم تولید صدا در سازهای فلوت و اوبوا تقلید میکنه. ساز تک زبانه هست. کلارنت 5 قطعه داره که به هم متصل میشن. خمره نقش تعیین کننده ای برای فوک ساز داره و نوازنده ها گاهی چند تا خمره دارن برای اینکه بتونن فوک های دقیقی رو به دست برن. موضوع بعدی، وقتی ما واژه کلارنت رو به تنهایی به کار میبریم، منظورمون کلارنت در سی بمول هست، یعنی عضو اصلی خانواده خودش انتقالیه و در سی بمول پایین صدا میده. در حقیقت هر نوتی رو بنوازه یک پرده پایین تر صدا میده. داخل پرانتز این که سی بمول نسبت به دو، یعنی شما هر وقت در کنار سازی انتقالی اسم نوتی رو میبینید، منظور این هستش که اون نوت به نسبت دو انتقال پیدا کرده. این رو میشه نتیجه گرفت که در گذشته کلارنت در نوت دو ساز مبنا بوده که بر اساس اون انگشتواری استاندارد ساز شکل گرفته. توضیحات راجع به این ساز هم جامع هست، نکات لازم رو من بهش اضافه خواهم کرد. گستره صوتی کلارنت و مناطق صدای اون رو می‌بینید. منطقه پایین کلارنت رو در عنوان شالومه ازش نام می‌زنن که یک ساز باستانی کهن در فرهنگ یهودیت هست و صدایی به اصطلاح عمیق و غنی داره. منطقه بالای کلارنت، یعنی این قسمت ها، صدای کلاریون داره، شفاف، و منطقه بسیار بالا صدایی تیز داره. تفاوت جنس صدا در مناطق مختلف سازها مطمئنن از آکوستیک و کیفیت فیزیکی سازها همراه با فرایند تولید صوت در اونها نشأت میگیره و این رو باید جز به ذات سازها دونست. در انگشت گذاری کلارنت و تکنیک دم مضاعف نقطه قابل توجهی هست و اون اینه که با استفاده از دم مضاعف نوت‌ها یک اکتاو و یک پنجم، یعنی فاصله 12 به بالا انتقال پیدا میکنن. در حقیقت هارمونیک سوم اولین هارمونیکی هستش که با استفاده از دم مضاعف در ساز کلارنت تولید خواهد شد. این موضوع برعکس سازهای فلوت و اوبوا هست. آنچنان که در انگشت‌گذاری که در نت مشاهده میکنید، این انگشت‌گذاری پایین ترین نوت و این نوت سی انگشت‌گذاری مشابهی دارن و با استفاده از تکنیک دم مضاعف صدا میدن. همین ویژگی کلارنت باعث میشه که جنس صدایی اون خصوصیات خاص خودش رو داشته باشه.
به اصطلاح کلارنت بر هارمونیکای فرد استوار هست، چرا که اولین نوتی که با استفاده از دم مضاعف تولید میشه هارمونیک سوم هست، برخلاف فلوت و اوباد. اولین نوت تولیدی اونها با استفاده از دم مضاعف هارمونیک دوم هست. کلارنت قابلیت خوبی در تولید انواع دینامیکا داره. موضوع دیگری که خوب هستی توضیح راجبش داشته باشیم، رایج بودن تونالیته های بمولدار برای ساز کلارنت، کلارنت سی بمول هست که اون رو میشه در ارتباط با فرایند یادگیری نوت‌های مختلف این ساز بر اساس نوت‌های پایه بمولدار توجیه کرد. این موضوع متناسب با نحوه انتقال دهی هر ساز انتقالی قابل بررسی هست. در این قسمت با توجه به اینکه کلارنت ساز رایجی در ارکستر سمفونی هست، من مثالی از انتقالی بودن و انتقالی نوشتن این ساز رو در اینجا آوردم. اونجوری که از فلوت، پیکولو و اوبا در مثال ما برمیاد به عنوان سازهایی که انتقالی نیستند، تونالیتی ارکستر یک بمول است و میتواند فا ماژور باشد. بنابراین تونالیته کلارنت که در سی بمول است باید دوم بزرگ بالاتر یعنی سول ماژور باشد. بله کاملا بازه. وقتی شما تک تک نوت‌هایی رو که با استفاده از کلارنت می‌نوازید یک پرده پایین‌تر میان، در واقع وقتی دو ماژور بنوازید دارید صدای سی بمول ماژور رو به گوش می‌رسانید. منطقی است که اگر بخواید دو ماژور صدا بده باید یک پرده همین نوت‌ها رو بالاتر بنویسیم و بنوازیم. اینجا هم همین اتفاق میفته. با فرض اینکه تونالیته ام و فا ماژور هست، همین نوت ها باید در سول ماژور نوشته بشن و همونجوری که میدونید علامت کلاوی کلارنت قرار شده مربوط به سول ماژور هست. همچنین بعدی یادآوری بد نیست که به این انگلیش هورن کوهنگله توجه بکنید. سازی بود که صداها رو به یک پنجم درست پایین‌تر انتقال می‌داد. بنابراین شما هر صدایی که می‌خواهید باید یک پنجم درست بالاتر بنویسید. پس فا ماژور رو باید دو ماژور بنویسید. تونالیته باید دو ماژور باشه تا نوت‌هایی که می‌نوازیم صدای مورد نظر رو به دست بیارم. خب برای توضیح جامعی و جلوه شخصیت تونالیته ها ارائه شده که به هر حال در یک دوری از موسیقی مورد نظر بوده و ما رو درست میکنم که حتما بیش توجه داشته باشه. همچنین مثال دیگری در اینجا راجب انتقالی بودن و انتقالی نوشتنی که داره نت هست که بهش توجه خواهی کرد. اجرای میکروفون در ساز کلارنت نسبتا قابل توجه تر از دو تا ساز قبلی هست. اونا هم میتونن با تکنیک های خاص خودشون میکروفون رو یا به اصطلاح رو تردن رو جمع بکنن، ولی در این ساز کیفیت صدای قابل قبولتری داره و آنچنان که اکثر ما میدونیم به ساز کلارنت در موسیقی ایرانی قرهنه هم گفته میشه، نی سیاه رنگ، و همین ما شنیدیم که با کلارنت گاهی اوقات موسیقی ایرانی هم مینوازند یا حالا حدی کیفیت فواصل موسیقی ایرانی رو تقریب می‌کنم.
قبل از اینکه به ساز دیگر خانواده ببینیم، من میخوام یک نمونه از ساز کلارنت رو هم بشنویم. خط معاصر هست از پوچیانو بریو، سکونسای شماری 9 برای کلارنت. کیفیت صدایی در مناطق صوتی مختلف توجه داشته باشید که با توجه به ارتفاع اونها قابل تشخیص هست. همچنین چابکی ساز و دینامیک هایی که ارائه میکنه. چابکی ساز به خوبی مشهود بود. حرکت راحتی رو بین محدودهای صدای مختلف خودش داره، در حالی که بعضی از سازهای موادی به راحتی نمیتونن بین محدودهای خودشون دعوت میکنم که ادامه ریتر رو حتما گوش بدید. ساز دیگری که در خانواده کلارنت مورد بررسی قرار میگیره کلارنت باس هست. ساز به نسبت بزرگی هست، با استفاده از یک بند از گردن نوازنده آویخته میشه و یک پین یا میخی داره که در صورت لزوم میتونه روی زمین هم تکیه بکنه. دو نوع نوت نگاری برای این ساز به کار رفته که سیستم آلمانی و سیستم فرانسوی هستش. سیستم فرانسوی
برای نوت‌نویسی ساز کلارنت باس رایج‌تر هست و در اون از کلید سول استفاده میشه. نوت ها فاصله مهم بزرگ پایین‌تر صدا میدن. و توجه داشته باشیم که کلارنت باس ساز چابکی هست و اونجوری که اینجا اشاره کردیم برخلاف خیلی از سازهای باز که تأخیر دارند صدا رو به نسبت سریع تولید میکنه. اینجا لازم ازش که توضیح بیشتری راجع به بحث تأخیر داشته باشیم. خب یک سری از سازها به خاطر ساختمان خودشون و فیزیکشون، حالا این که مثلا طول دولشون خیلی زیاده اگر ساز بادی هستن دارای تأخیر هستن، یعنی کنش نوازنده حالا اگر دمش هست در ساز بادی یا مثلا آرشکشی هست در سازی مثل کنتراباس، پس از کسری از ثانیه تبدیل به صدا میشه و ما بلافاصله صدا نخواهیم داشت. تو سازهای رایج خودمون این موضوع برای ما خیلی مشهود نیست، اما در این سازها ما تأخیر رو باید حتما در نوازندگی و نوت‌نویسی برای اینها لحاظ بکنیم. در انتهای بحث خسته نباشید و خداحافظ.